در برنامه امروز میخواهم درباره آسمان سخن بگویم. آسمان آن بخش از زاستار یا طبیعت است که بر فراز زمین گسترده و در آن ابرها و خورشید و ماه و ستارگان دیده میشود. انسان هزاران سال از خود میپرسید که آسمان چیست؟ از چه ساخته شده؟ تا کجا گسترده؟ کرانمند است یا بیپایان؟ و چون نمیدانست که آسمان چیست، دربارش خیال بافی میکرد، افسانه میساخت و دست به دامن خرافات میشد. انسان میپنداشت که آسمان دارای چند طبقه است یا چند آسمان یکی پس از دیگری وجود دارند. در برخی فرهنگ ها 7 آسمان، ولی در فرهنگ های گوناگون شمار آسمان ها یکی نبود و به 14 آسمان هم میرسید. به افسانه 7 آسمان باز خواهم گشت. انسان از دیرترین زمانها در بسیاری فرهنگها آسمان را با خدایان و خدا پیوند داد. کهن‌ترین شاهد این سخن را در زبانهای هندو اروپایی می‌بینیم، چون مردمان هندو اروپایی پیش از تاریخ چنین باوری داشتند. این مردم در پایانهای دوره نوسنگی در حدود 4000 سال پیش از میلاد مسیح میزیستند و از شبانی و کشاورزی روزگار میگذراندند. در زبان آنان که پوروا هندو اروپایی نام دارد و مادر زبانهای هندو اروپایی از آن میان فارسی است، واژه خدا دیئوس بود، به معنای آسمانی درخشان. این واژه از پوروا هندو اروپایی دیئوس میآید، به معنای آسمان روز. واژه اسپانیایی دیا به معنای روز از همین ریشه است، ولی انگلیسی دی آن هم به معنای روز به این خانواده تعلق ندارد. در پوروا هندو اروپایی واژه های دیگری برای خدا داشتند، ولی دیئوس یعنی آسمانی از همه گسترده تر بود. دیسه لاتین این واژه دیوس است، به معنای خدا. سانسکریت آن دیو خدا و اوستایی آن دیو دیو که دیو فارسی هم از آن آمده است. پس در باور پوروا هندو اروپاییان به گرت کنسپت خدا با آسمان پیوند داشت. فزون بر این، پوروا هندو اروپاییان میپنداشتند که خدایان نامیرا و جاویدانند. در برابر انسان را با زمین خاک ربط میدادند و او را میرا میخواندند. واژه انسان در لاتین هوموس است، به معنای خاکی زمینی. هیومن در انگلیسی و لوم در فرانسه با این واژه لاتین پیوند دارند، همچنان که اوستایی زم و زمین در فارسی. گفتم که نام دیگر انسان در پوروا هندو اروپایی میرا میرنده بود. در یونانی مورتوس، در سانسکریت مرتا، در اوستایی مرتا میرا، و این همان است که در فارسی مرد شده است، به معنای انسان که در اصل میرنده میرا بوده و با مردن مرگ پیوند داشته است. در پوروا هندو اروپایی واژه های دیگری برای انسان به کار می رفته که وقت پرداختن به آنها را نداریم. پوروا هندو اروپاییان می پنداشتند که آسمان از سنگ است. این برداشت از اینجا می آید که در اوستایی به آسمان اسمن می گفتند، که همین آسمان فارسی است. اسمن در اوستایی دو معنا دارد، سنگ و آسمان. در سانسکریت هم اسمن به معنای سنگ است. در یونانی اکمون سندان، در لیتوانی اکمو سنگ. همه این واژه ها از پوروا هندو اروپایی هکومون می آیند، به معنای سنگ و آسمان. اینکه چرا آسمان را از سنگ می پنداشتند، به احتمال این بوده که می دیدند گاهی از آسمان سنگ شخانه می افتد. در فرهنگ چینیان تیان یعنی آسمان اهمیت بسیار داشت. در کهن‌ترین آیین چینی تیان خدای بزرگی است که بر خدایان کوچکتر و انسانها فرمان می‌راند. کهنی آن به دودمان ژو می‌رسد که از 1046 تا 256 پیش از میلاد بر چین فرمانروایی می‌کرد. در سنت کنفوسیوسی آسمان جایگاه والایی دارد.
نیاکان پس از مرگ در آنجا سکنا می‌گزینند. در فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون به فراوانی می‌بینیم کسانی که می‌خواستند قدرت سیاسی را در دست داشته باشند و بر مردم فرمان برانند، خود را با آسمان و خدا پیوند دادند. امپراتوران چین تیانزی لقب داشتند، یعنی پسر آسمان، و مشروعیت خود را از تیان مینگ می‌دانستند، یعنی فرمان آسمان. در فرانسه هم شاهان توان خود را از خدا می‌گرفتند. تاجگذاری آنان در کاتدرال شهر رنس به معنای منصوب شدن آنان از سوی خدا و آسمان بود. اینها به صده‌ها یا هزاران سال پیش تعلق دارند، ولی امروزه هم در صدی 21 در جمهوری اسلامی ولی فقیه به عنوان نماینده خدا بر مردم فرمان می‌راند. حال ببینیم که پندار هفت آسمان از کجا می‌آید. کهن‌ترین رد پایان را در فرهنگ‌های آشوری بابلی می‌بینیم. بابلیان به احتمال بسیار نخستین کسانی بودند که به این نکته توجه کردند که ستارگان جای خود را در آسمان تغییر نمی‌دهند، به استثنای هفت از آنها. این هفت ستاره که امروزه می‌دانیم ستاره نیستند، همان‌هایی‌اند که یونانیان پلنتس می‌نامیدند، یعنی سرگردان. و مسلمانان وقتی اخترشناسی را از یونانیان آموختند، پلنتس را سیاره ترجمه کردند. این هفت اختری که جای ثابتی در آسمان نداشتند، عبارت بودند از ماه، تیر یا عطارد، ناهید یا زهره، بهرام یا مریخ، خورشید، هرمز یا مشتری و کیوان یا زحل. برای بابلیان هر یک از این اختران خدایی بود حاکم بر سرنوشت انسان‌ها. بابلیان می‌پنداشتند که هر یک از این هفت اختر در آسمانی جدا جای دارد. افسانه هفت آسمان از اینجا آمده است. و باز هم از همین جا بود که بابلیان به عدد هفت خاصیت‌های سحرآمیزی نسبت دادند. بعدها یونانیان هر یک از این آسمان‌ها را فلک نامیدند و گفتند از بلور ساخته شدند. به هر حال این پندار هفت آسمان را یهودیان از بابلیان به ارث بردند و به مسلمانان انتقال دادند. بنابر کتاب مقدس مسیحیان سه آسمان وجود دارد. آسمان نخست جایی است که پرندگان در آن پرواز می‌کنند. آسمان دوم جایگاه خورشید و ماه و ستارگان است و آسمان سوم جایگاه خدا. مردمان ماوری در نوولزلاند به 14 آسمان اعتقاد داشتند و پولینزیان به 9 آسمان. در شعر فارسی اشاره به هفت آسمان فراوان دیده می‌شود. نظامی: به پرگار هفت آسمان بلند، به فهرست هفت اختر ارجمند. سعدی: شبیه چنین در هفت آسمان به رحمت باز، ز خویشتن نفسی ای پسر به حق پرداز. باز هم سعدی: گر ز هفت آسمان گزند آید، همه بر عضو دردمند آید. این هم یکی دیگر از پژانها، اپینیونهای بیپایه سعدی است به زبان شعر. شاعران گاه به جای هفت آسمان ترکیب‌های دیگری با هفت به کار بردند. هفت آسیا، هفت بام، هفت پرگار، هفت چتر آبگون، هفت آشکو، هفت افلاک، هفت ایوان، هفت بام، هفت بیرون، هفت پرده، هفت پرند، هفت چرخ، هفت خرگه، هفت سقف و دیگرها. امروزه می‌دانیم که چیزی به نام هفت آسمان وجود ندارد. هفت آسمان یادگار دوران ناآگاهی انسان از چیستی آسمان است. بیرون از کره زمین، بر فراز سر ما و آن سوی کره زمین زیر پای ما فضای کیهانی گسترده است. پرسونانه تر، دقیق تر بگویم، گرد کره زمین را جو گرفته. زمین در فضایی به گرد خورشید می‌گردد که محیط اندر سیاره‌ای نام دارد، محیط درونی راجمان یا منظومه خورشیدی. خورشید یکی از صدها میلیارد ستاره کهکشان راه شیری است. فضای میان ستارگان محیط اندر ستاره‌ای نام دارد. محیطی که کهکشان‌ها را از هم جدا می‌کند، محیط اندر کهکشانی نامیده می‌شود. کهکشان‌ها در گروه‌هایی به نام خوشه‌های کهکشانی گرد آمدند و خوشه‌های کهکشانی را محیط اندر خوشه‌ای گرفته است. کوتاه آنکه چیزی به نام هفت آسمان وجود ندارد، هفت آسمان خرافات است. حال ببینیم که چرا آسمان آبی است.
نخست اینکه آسمان روز روشن است و تاریک نیست، چون پیرامون زمین را جو فرا گرفته. اگر جو نمی بود آسمان سیاه بودی، مانند آسمان کره ماه که جو ندارد. این تصویری که فضانوردان آمریکایی در سفرشان به کره ماه گرفتند، سیاهی آسمان کره ماه را نشان می‌دهد. آسمان آبی نیست چون جو هست، ولی چرا رنگ آن آبی است؟ نور خورشید پیش از رسیدن به چشم ما از جو زمین می‌گذرد. جو توده بزرگی است از گاز که از مولکول‌های گوناگون درست شده. دو مولکول اصلی جو ازوت و اکسیژنند. ازوت 78% جو را تشکیل می‌دهد، اکسیژن 21% آن را. وقتی نور خورشید از میان جو می‌گذرد، موج‌های نور با مولکول‌های ازوت و اکسیژن برخورد می‌کنند. مولکول‌ها بسیار کوچکتر از طول موج‌های نورند. دست کم 1000 بار کوچکتر. اگر طول موج میانگین نور دیدنی 5000 آنگستروم باشد، اندازه مولکول‌ها 3 آنگستروم است. موج‌های نور بر اثر برخورد با مولکول‌ها جذب نمی‌شوند، مسیر خود را تغییر می‌دهند و پراکنده می‌شوند. این پدیده را پراکنش می‌گویند، در انگلیسی scattering. هر چه طول موج کوتاه‌تر باشد، پراکنش بیشتر است. یعنی نور بنفش که طول موجش کوتاه است، در حدود 10 برابر از نور سرخ بیشتر پراکنده می‌شود. بعد از بنفش نور آبی بیشترین پراکنش را دارد. پس نور خورشید در جو به همه سو و در سراسر آسمان پراکنده می شود. ولی پراکندگی برای آبی و بنفش بیشتر از دیگر موج هاست و بنابراین این دو رنگ بر آسمان تسلط پیدا می کنند. ولی از اونجا که چشم ما نسبت به نور بنفش حساسیت بسیار کمتری دارد، ما آسمان را آبی می بینیم. وقت ما به پایان رسید. تنها بیفزایم که اگر هوای محلی به گرد و غبار یا ذره های دیگری آلوده باشد، مثلا دوده ی آتش سوزی جنگل یا آتش فشانی کوه، رنگ آسمان تغییر می کند، ولی زمینه ی آسمان همیشه آبی باقی می ماند.